واژه کشدار ترقی، ترقی گونن برو اونجا توی اتاقی بشین تا ترقی کنی. من دو اتاق نمیتونم بشین، من خود تو چادر بود، من از اون ترقی سر نزد. این باعث شد که من اصلا دست از همه چیز بکشم دنبال این کار بود. وقتی آدم عشق بگیم میکنم دنبال این کاری بود، تو عشق هم شبی در میانه بهمن 1299 خورشیدی، در دشتی، در ساحل رودی، در فیروزآباد فارس، در ایل قشقایی، پسری در چادری سیاه و از پس شیهه مادیان متولد شد. شیهه اسب اجنه رو جن آل رو میترس. به رسم روزگار وقتی دیدند پسر است، پدر تیری به آسمان انداخت و او را محمد نامید. محمد خانزاده‌ای بود که شباهتی به هیچ خانی نداشت. مردی شد که زندگی کودکان عشایر را تغییر داد. 26 سال برای سواد آموزی کودکان ایل تلاش کرد. بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری شد و جوانان زیادی را به مدرسه، دانشگاه و پست‌های مهم دولتی رساند. به دختران ایل امکان تحصیل داد و برای زنان ایل ماماهای قابل آموزش داد. بهمن بیگی تا 10 سالگی پشت زین اسب بزرگ شد و حتی یک شب را در شهر نگذراند. سرانجام با تبعید پدرش و تعدادی از بزرگان ایل قشقایی به تهران، در خانه کوچک در تهران قبارالود برای 11 سال زندگی کرد. پهلوی بزرگ آمد به میدان. تحمل حضور و وجود ملوک و طوائف را نداشت. همه این شورشیان را جمع کرد در شیراز، خل اصلاح و غیر و زیر اینا تبعید کرد به تهران. بهمن بیگی در تهران توانست تحصیل کند. به دارالفنون رفت و با نمره‌های عالی فارغ التحصیل شد. پس از آن در دانشگاه تهران در رشته حقوق پذیرفته شد. با سقوط رضا شاه، ایلیاتی‌های تبعیدی به ایل بازگشتند، به هوای معتدل، دشت بیکران و آسمان صاف فارس. بهمن بیگی تحصیلات عالی داشت. در شهر ماند و به استخدام دولت درآمد، اما محبوس و مدفون شدن در اداره را تاب نیاورد. بیقرار بود و دست آخر به زندگی در دشت‌های ایل پناه برد. خدمتتون عرض بکنم که من خودم یکی از افراد ایلم و بر حسب یک تصادف کوچک بنده به تهران رفتم، چون پدرم گرفتاری داشت و به تهران رفته بود و در اونجا مقداری درس خوندم. در بازگشت به ایل که بعد از 10 سال صورت گرفت، مشاهده اوضاع احوال ایل به خصوص بیسوادی بچه ها من داره برانگیخت که به فکر باسواد کردن اینا باشند. ابتدا از سواد آموزی به کودکان خیشاوندان و نزدیکانش شروع کرد. تجربه موفقی بود. عزم کرد آموزش چادرنشینان را گسترش دهد. کمک بزرگان ایل در تأمین هزینه تحصیل کافی نبود و برای همین به سراغ آموزش و پرورش رفت. عشایر اما در اولویت دولت نبودند و جواب رد شنید. و مجموعه این رفت و آمدها و ناراحتی ها مثلی که در من یک تصمیمی به وجود آورد که فکری بکنم برای این مردم. و اولین قدمی که در این راه به نظرم رسید باید گذاشت این بود که این مردم رو باسواد کنیم.
آن زمان برنامه اصل 4 ترومن در ایران شروع شده بود. برنامه‌ای که بر محور کمک به آموزش در کشورهایی به راه افتاده بود که امکان داشت به اردوگاه شوروی گرایش پیدا کنند. بهمن بیگی توانست تشکیلات اصل 4 را قانع کند و بخشی از بودجه مدارس سیار عشایری را به دست آورد، به این شرط که آموزگاران را خود بیابد. مدرسه سیار سال 1332 به راه افتاد. چالش اما یافتن معلم بود. شهری ها تاب و توان تحمل سختی های زندگی در ایل را نداشتند. آغاز کار پیدا کردن معلمی که اهل ایل باشه و نیمه سوادی داشته باشه بسیار مشکل بود. بنابراین در همون 3-4 سال اولیه بنده با حوصله و با صبر بسیار تونستم یک گروه کوچکی از نوجوانان ایلی رو نیمه باسواد بکنم و با همونها کار رو شروع بکنم. مثلا این معلم ما عشیری است و چون مدرک نمیخواد و فقط سواد میخواد، ما میتونیم در مدتی بسیار کوتاه سوادی کاملا قابل ملاحظه برای کارمون ایجاد بکنیم و دانشترها به همین شکل. امروز این افتخار، اگر بشه افتخاری محسوبش کرد، نصیب بنده و همکاران بنده هست که دانشترهای ما با پرورش و آموزش سالیانی بیش از 1300 نفر تربیت شونده، 60 دبیر داره که همه این دبیرها از آموزگاران اولیه عشایری خودمون بودن. بودجه مشکل همیشگی بهمن بیگی بود. سال 1336 اصل 4 از ایران رفت و پروژه مدارس سیار به آموزش و پرورش منتقل شد. پول نبود و کارها به سختی پیش می رفت. بهمن بیگی از مدیران آموزش و پرورش دعوت می کرد به مدارس عشایری سر بزنند. سرانجام پس از سماجت‌های بسیار، مدیران با دیدن پیشرفت دانش آموزان قانع شدند هزینه ها و حقوق معلمان را بپردازند و مدارس با تلاش‌های بهمن بیگی ادامه پیدا کرد. حضور گردشگرها و ریپورترهای خارجی که شیفته زندگی سیال، رنگ‌ها و طبیعت عشایر بودند، نام محمد بهمن بیگی را از مرزهای ایران فراتر برد و جایزه معتبر آموزش یونسکو را از آن او کرد. اما این ابتدای راه بود. کودکان بزرگ می شدند و نیاز به دبیرستان و آموزگار داشتند. بهمن بیگی با پیگیری هایش توانست دانشسرای عشایری را برای تربیت آموزگار افتتاح کند. مثلا شاه بلژیک مهمون شاه ایران می شد و بعد از شاه ایران می‌خواست که قشقایی رو ببینه. شاه ایران هم بدون اینکه دلش بخواد یا خوشش بیاد مجبور می‌شد یکی قشقایی رو نشون بده. یکی که از قشقایی‌های نشون دادن این مدرسه عشایری. و بنده از شانس و از زرنگی حسن استفاده می‌کرد. و سال 1346 پس از بازدید محمد رضا شاه و فرح پهلوی از مدارس عشایری، خانواده سلطنتی تحت تأثیر قرار گرفتند و شاه با تأسیس دبیرستان شبانه روزی عشایری در شیراز موافقت کرد. در سالهای اول این مؤسسه تعلیماتی که برای باسواد کردن بچه‌های ایلات به وجود آمده، فقط در حدود 60 تا 80 نفر بین این دو رقم نوسان داشت، میتونست دانش آموز بیاره و معلم بپروره. خوشبختانه در سنوات اخیر که توفیق ما به عرض مقامات عالی رسیده، تعداد سالیانه تربیت شونده به 1000 و بیش از 1000 رسیده و امسال 1350 نفر است. دو سال بعد آموزش عشایر تبدیل به اداره مستقل با مدیریت کل بهمن بیگی شد. او آدم پشت میز نشینی نبود. سفرش را به سراسر ایران شروع کرد و برای آموزش عشایر ایران تلاش کرد. از آذری تا کرد، از عرب تا ترکمن و از خراسان تا بلوچستان. مجتمع آموزشی بزرگی در حوالی شیراز تأسیس کرد
که امکانات کاملی از خوابگاه، زمین‌های ورزشی، استخر و سینما گرفته تا پیست اسب‌سواری داشت و سالانه صدها نوجوان را تربیت می‌کرد. بیش از 90% فارغ التحصیلان دبیرستان عشایر وارد دانشگاه‌ها می‌شدند. اما انقلاب سال 57 تمام ارکان کشور را دستخوش تغییر کرد. بهمن بیگی به اتهام همکاری با دربار مورد تعقیب قرار گرفت و ناچار به تهران فرار کرد. مدتی زندگی مخفیانه داشت تا اینکه با پادرمیانی محمد رضا مهدوی کنی از روحانیون پرنفوذ توانست از خفا درآید. از آن پس عمرش با نوشتن کتاب‌هایی گذشت که تلفیقی هستند از خاطره و داستان. اواسط دهه 70 خورشیدی بهمن بیگی با تلاش شاگردانش از سایه بیرون آمد و در چند مراسم شخصی و دولتی مورد تقدیر قرار گرفت. سرانجام محمد بهمن بیگی 11 اردیبهشت 1389 در شیراز درگذشت. میراث بهمن بیگی اما برقرار ماند. تعداد باسوادان عشایر تا سال 1356 به بیش از 500,000 نفر رسیده بود. میراثی ماندگار از مردی که خود را ایلیاتی می‌خواند. خداوند می‌خواسته که بعد از قرن‌ها خانه بدوشی، سرگردانی و آوارگی این مردم عزیز ما به احترامی برسند، به رفاه و آسایشی برسند. یک وسیله لازم بوده، یک وسیله ضروری بوده، ضرورت داشته. بخت یاری کرده، منو انتخاب کرده.